وقتتون بخیر جناب واقعی جنگ روسیه و اوکراین با موج جدید حملات دو طرف تو چه وضعی قرار گرفته چقدر دو طرف برای پیشروی و افسایش پیروزی هاشون پیش از فرار رسیدن فصل سرما مصممند درود به شما و بینندگان عزیز ببینید اول اشاره بکنم که فوریه 2025 که برسه یعنی پنج ماه دیگه جنگ روسی و اوکراین وارد چهارمین سال خودش خواهد شد بزرگترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم در قلب اروپا که،, که به نظر نمیرسه به این زودیا بخواد پایانی براش متصور باشیم وضعیت در این جبه های جنگ به طور مشخص در فعالترین جبه های جنگ یعنی در جبه دونباس در اوکراین و جپ کورسک در خاک روسیه وضعیت جنگ فرسایشی تمام عیار هستش روسا الان اولویتشون به نظر میرسه این باشه که بخوان زمینی که از پیشروی نیروهای اوکراین در کورسک گیری میکنن بتونن در واقع در اون جپه دونباس در واقع پیشروی بکنن بتونن منطقه استان دونتسک رو تحت کنترل خودشون در بیارن الان شهر پوکروفسک در تیررس حملات توپخانه ارتش روسیه قرار داره داره پیشروی میکنه روسیه در پوکروفسک این شهر شهر راهبردی هستش و اگر تصرف بکنه میتونه یه پیروزی تاکتیکی باشه از اون طرف اوکراینیا دارن در کورسک پیشروی میکنن ولی بعد از اینکه روس ها نیروهای ذخیره نیروهای وظیفه رو نیروهای گارد مرزی اف اس پی و نیروهای سور و نیروهای چچنی رو آوردن تو کورس از اون تکانه و مومنتوم عملیات اوکراین کم شده ولی هنوز در واقع جنگ فرسایشی است در اونجا و الان یک ریسکی که برای اوکراین وجود داره این استش که کلا نگه داشتنه اون موزهشون در کورس این نیازمند نیروی انسانی بسیار زیاد است یعنی اوکراین مجبور میشه که از جیپ های اصلی جنگ یعنی از جیپ دونباس نیرو داره ببره به کورس و این باعث میشه که اوکراین در همون جیپ که داره روسیه پیش روی میکنه متزلزل بشه بنابراین من فکر میکنم که با فرارسیدن فصل سرما و گلولای موسوم به راسپوتیتسا به زبان روسی در واقع سعی میکنه اوکراین بتونه که مجوز استفاده از دوربرد اتکمز آمریکایی و بقیه موشک‌های دوربرد رو بگیره و بتونن در عمق خاک روسیه حملاتی انجام بدن و سامانه‌های پدافندی رو برای دفاع از شهرهای بزرگ بگیرن این در واقع در دیدار بایدن و زلنسکی همین ام ماه امسال در همین ماه جاری در واقع مشخص خواهد شد تصمیم گیری دربارش از اون طرف هم روسی به نظر با همین موشک‌های بالستیک از جمهوری اسلامی گرفته و خود موشک‌های خودش و پهپادها حملات وسیع رو به نظر من به تاسیسات غیر نظامی در اوکراین انجام خواه. چون با کمتر از دو دقیقه فرصت داریم به موضوع حاشیه ساز داغ این روزها یعنی ارسال موشک بالستیک از ایران به روسیه بپردازیم وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع رو تکسیب کرده چقدر این تکسیب های رسمی مورد قبول اوکراین و حامیان غربیش قرار میگیره ببینید اول اشاره بکنم که اصلا ببینید در بین کل کشورهای دنیا فقط کره شمالی و جمهوری اسلامی هستند که تصمیم گرفتن که به روسیه سلاحهای مرگبار و کشنده تهاجمی بدن یعنی همین موشک های بالستیک و پهباد و هیچ کشور دیگه چنین کاری نکرده یعنی اگر شما نگاه بکنید چین که شریک راهبردی به معنای واقعی هست برای روسیه و روسا هم چین رو شریک راهبردی واقعی خودشون میدونن همون چینیا و ترس و تعریم های آمریکا سلاحهای کشنده به روسیه ندادن عربستان امارات و ترکیه هم چنین کاری نکردن سعی کردن که بند بازی بکنن بازی بالانس رو انجام بدن جایی که به سودشون هستش یه سری اقدامات انجام میدن لفظی حمایت بکنن از روسیه. روسیه جایی که به ضررشون هست در واقع این کار رو انجام نمیدن مثلا سرای کشدار جمعی بخوام بدن یعنی حالا سلاحی که مرگبار باشه ولی خب جمهوری اسلامی چون سیاست پردگی در برابر کاخ کرملین در پیش گرفته سعی میکنه که در واقع این امتیازات رو بده و جالب اینجاست در واقع فاجعه باری نیستش که این هم امتیازات رو داره میده امتیاز خاصی هم دریافت نمیکنه نمی هیچ نمی چی, می چی می از روسیه دریافت نمیکنه نمی نمی و الان گفتن که موشکای بالستیک و پهواز هم دادن در ازاش نه شمش طلایی است نه پول نقدی هستش فقط گندم و سویا هستش بنابراین این, این سیاست نگاه به کاخ کرملین به نظر من باعث میشه که هزینه باشه برای جمهوری اسلامی البته باید ببینیم غرب میدونسته در مورد ها که این نقض میشه شورای امنیت هستش ولی کار خاصی انجام ندادم ولی این کارها به نظر من باعث میشه که خنجر خیانت روسیه تند و تیزتر میشه علیه ایران سپاس از شما